دیدبان مقابل با افرادگرای اعلی از هر در گزارش اعلام کرد که ایدئولوژی راست افراطی تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات جوامع بوده و خطر آن کمتر از عقاید گروههای افراطی که به نام دین مرتکب جنایت میشوند نیست و آنها دو روی یک سکه هستند این سازمان همچنین از اقدامات قضایی در جهت مقابله با تهدید روبه رشد جنبش راست افراطی قدردانی کرد در این بیانی آمده مشکل افرادگرایی در رأس موضوعاتی است که دیدبان الازهر به آنها می پردازد. مسئله افرادگرایی یکی از بزرگترین مشکلات جهان در دوران معاصر ماست که محدود به یک جامعه دین یا فرقه خاص نیست. شکی نیست که جهان در حال حاضر با چالش بزرگ گسترش ایدئولوژی گروه های افرادی در میان جوانان روبروست اما غرب از شکلهای های دیگر افرادگرایی به ویژه جریان راست افراطی رنج میبرد این دیدبان نسبت به افزایش نفرت پراکنی در اسپانیا هشدار داد و برگزاری جشن سالگرد سقوط گرانادا که مربوط به 529 سال پیش است از سوی حزب فاکس این کشور را یکی از نشانه های اوجگیری افراتی ها در اسپانیا دانست. به گفته این سازمان اعضای حزب راست افراطی فارکس در اسپانیا با اتهامات متعدد در زمینه نفرت پراکنی و ترویج نجات پرستی روبرو هستند و تحقیقات قضایی علیه آنها آغاز شده است تویتر نیز در واکنش به افزایش تبلیغات خسمانه حزب فارکس تصمیم گرفت موقتا حساب رسمی این حزب را به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم پس از یک رشته توییت ضد اسلامی همراه با هشتک اسلامی سازی را متوقف کنید در تاریخ 28 ژانویه صورت گرفته است توییتر اعلام کرد این توییت ها با تهدید یا تشویق خشونت علیه افراد بر اساس نژاد دین سن و معیارهای این رسانه را نقض کرده است نهادهای اسلامی در اسپانیا از جمله سه اتحادیه اسلامی در منطقه کاتالونیا اعلام کردند که فیلم های منتشر شده از سوی حزب فاکس را به دادستان عمومی ارائه خواهند داد این نهادها کمپین تبلیغاتی سازمان یافته از سوی فاکس برای ایجاد نفرت از اسلام و مسلمانان در اسپانیا را محکوم کرده و آن را غیر دانستند دیدبان هر دولت های قلبی را به اقدامات سخیرانه تر و وضع قوانینی برای مقابله با این جریانات که خطر آنها افزایش یافته فراخوانده و از مقامات مسئول خواست تا راه های حمایت از این جریانات افراطی که به دنبال برهم زدن همزیستی مسالمت آمیز هستند را قطع کنند.